حرف بزنیم بعد هم بریم آهنگ بزن. آهنگش هم رو پیدا می‌کنیم. هر کی به هر کی بود، چون مثلا واقعا اونی نبود که مثلا میگن قانون جنگل، چون هر کی به هر کی بود، کنترلی نبود، کسی برگه نداشت، کسی هویت نداشت و روی این مجموعه پلیس هیچ کنترلی نداشت. یعنی به قول گفتنی یه جوری بود که میگفتن دیگه نمیتونست بره اون تو، نمیتونست، به قول گفتن سر در بیاره. همه رو یه رنگ میدیدن، همه رو یه جور میدیدن، بالاخره همه کرکسیف و یه سیستمی داشتن که اصلا نمیشد روشون کنترل کرد، یعنی نمیشد کنترلشون کرد. شما تو گفتن میرفتی تو جنگل، خب میدیدی همه برگه ندارن، توش همه چی پیدا میشد، توش مغازه هم زده بودن، شهری بود برای خودش. آره پولار همونجا میخوابونن یه سری فکر کنم. آره افغانیا و اینا. آره ولی خودشون همونجا دیگه جا درست کرده بودن، شهری بود برای خودش. ازاشون خود این فرانسویه بعضیشون سیگار گیر نمیوردن، یک شب میافتن اما تو میخریدن. باز بود دیگه، مغازه داشت، کمرس داشت، مغازه‌دارای کاله برشکست شده بودن. توش همه چی واقعا بود تا قبل از 2016 که خراب شد. آره ببین، دیسکوتک بود، بار بود، حموم بود، مغازه، رستوران، هر چی دلت. حتی تا اون جای ما میگفتیم خونه لامپی بهش. رد لایت. همون رد لایت هم داشت. آره سیاپوستا. خود کسایی که می‌خواستن رد شن؟ نه، اونایی که زنایی که اونجا بودن پول نداشتن برن کار می‌کردن. همون دیگه، یعنی کسایی که می‌خواستن برن در واقع. واقعا مثل رد لایت درست کرده. قشنگ دیگه جا بود دیگه، می‌رفتن اون تو بار درست کرده بودن، می‌خوردن و موزیک و فلان. آره. همچین جایی. حالا واقعا لامپ نزده بودن اونجا. لامپ نزده. ندیدمش. خب بفرست دیگه، اینا رو می‌بینیم اینا. درباره رو پوشید و نه بابا. زیر گذر لوتی ساله. یه ذره راجع به خونه بگوین که این هویتش چجوری؟ چند نفر اومدن رفتن اینجا؟ چقدر از بچه‌ها بهشون جا و خاطره دادی؟ آره خب این خونه یه جورایی اکثر بچه‌هایی که می اومدن اینجا ردشن برن، برای 10 روزی، 20 روز، یه شب، 3 ماه، اونایی که میخواستن بمونن یا بیشتر یا کمتر جا میدادیم براشون. کجا برن؟ انگلیس. چه خبر انگلیس؟ هیچ خبری نیست. یارو اصلا نمیدونه واسه چی میخواد بره انگلیس. فکر میکنه اونجا بهشته به قول گفتنی و آدم برسه اونجا دیگه همه مشکلاتش حل میشه. منطقه ما یه جوری بود که یه منطقه شروری بود. بعد ناخواسته تو اون منطقه موندن شره. منطقه جنوب تهران و به قول گفتنی جایی نبود که خب همه بتونن موفق بشن، یعنی جا برای موفق شدن همه نبود. به قول گفتنی بیشتر دلیلش این بود که اون موقع هم که توی ترکیه به قول گفتنی ما میگفتیم دانشگاه اروپا، یعنی کسی که بتونه توی استانبول دوام بیاره مثلا برای 1 سال 6 ماه دیگه میتونه همه جای دنیا زندگی بکنه، چون واقعا کشوری بود که خب بالاخره ما میگفتیم آهو به بچه‌ها شیر نمیداد. حالا با یه ظلماتی تونستیم خودمون رو 1 سال نگه داریم، یعنی واقعا کار به جایی رسیده بود که باید 5-6 صبح زود مثلا تو اون گروهی که ما بودیم توی یه خرابه‌ای می‌خوابیدیم. اون اوایلشو دارم میگم، بعد اینکه پول پانسیونمون تموم شد 3-4 نفر شدیم توی یه کلبه خرابه‌ای پیدا کردیم و میموندیم و بماند که مریضی‌هایی گرفتیم و به خاطر گال رفتیم پیش دکتر ایرانی، بهم گفت نه نمیتونم دارو رو بدم تا پول ندم. موقع 11 میلیون ترکیه بود که یه دارو بده، ما 7 نفر بودیم هممون گال گرفته بودیم. نمیتونستیم راه بریم، حسابشو بکن. دیگه کار به جای رسید که مثلا صبح 5-6 صبح بعد یکی میرفت نون و شیر میذاشتن جلوی مغازه قبل اینکه وا بشه مغازه. میرفتیم اونا برمی داشتیم، میومدیم میخوردیم که شکممون سیر بشه. مثلا روزی یه وعده. تصمیم گرفتیم بریم یونان. رفتیم قایق و اینا همه چی گرفتیم و رفتیم، گرفتنمون با لغد انداختنمون تو خاک بلغارستان حالا ای ترکیه میکردن باز خوب بود، ولی بلغارستان پلیسش واقعا نامرد بود. این سگا رو ول میکرد رو تو، نمیدونم سگا گاز میگرفتن. آره آره پلیس بلغارستان. شما رو فرستادن بلغارستان؟ ما رو فرستادن بلغارستان و اونا هم به قول گفتنی گرفتن و سگا رو مینداختن تو جون بچه‌ها و به قول گفتنی همین بازیشون میگرفت دیگه یه جورایی. به قول گفتنی انگار مثلا آدم نیستن اینا اصلا. ولی خب یه جورایی هم آدم نبودیم. چرا؟ خب دیگه ببین شما وقتی خب یه چیزایی رو میبینی، مثلا تو موقعیت آدم خودش رو تو آینه نگاه کرد، واقعا به این پی میبرد که آدم نیستم منم دیگه. چی این حس رو میده؟ خب این حس یه حسیه که دیگه میبینی هیچ جایی نداری، به قول گفتنی حیرونی، راه برگشت نداری تو ایران، نمیدونم خیلی چیزا با هم جمع میشه که این حس رو به دست میده دیگه. ولی خب بالاخره چون تنها نیستی یه جورای امیدواری. تو اکثرا وایساده بودم بغل باج تلفن و اومد بهم گفتش ایرانی، گفتم آره. گفت دوست داری کار کنی فلان بسار، گفتم چه کاریو؟ گفتش کار اینجوریه و اگه میخوای کسی ببری اونور، دوستایی که میخوام برن بیار، من میبرم و یه درصدی به تو میدم. گفتیم باشه دیگه. ما هم بالاخره اون موقع قدیمی شد و تو استانبول و دیگه شروع کردیم. بعد یه مدت که کار کردم دیدم تلفنم زیاد زنگ میخوره و سودش رو اینا میبرن. گفتم چرا خودم نکنم این کارو؟ که دیگه زدیم مثل رابینسون کروز رفتیم، من یکی از این جزایر یونان سر در آوردم. تو به نقشه نگاه کردم، رفتم از ساموس 5 نفر رو بردم و رفتم آتن و دیگه اومدم دیگه ترکید آقا 48 ساعته. آره اون موقع بهم گفتن آپو. خب گفتن یه آپو نامی هست 48 ساعته میاره یونان. آپو یعنی چه؟ یه اسم ترکیه. آه یه اسم ترکیه. آره. توی این دوره که این کارو میکردین اتفاق خاصی بود یا یه موقعیتی که وقت خطرناک باشه براتون بخواید؟ چرا من تیرم خوردم حتی. چه جوری؟ خب از پادگان نظامی تو ترکیه رد میشدیم ما اون موقع. خب میافتادن دنبالمون، تو یه پادگان یکی بره بهش نمیگن خوش اومدی، با تیر میزنن دیگه. حالا نمیدونم شکار چی بود، با تیر شکاری بود چی زد، ولی خب یه دونه خوردم. ببین من آخوند آوردم، مأمور اطلاعاتی آوردم، همه قشر آوردم. آخوند آوردی؟ آره ملا هم حتی آوردم من یونان. برای چی میخواست بره بیرون؟ هیچی، چیز اقتصادیشون خوب نبود، میخواست بره یونان کار کنه. حتی تو ساکش نهج البلاغه و عمامه و ایناش بود، آورد وا کرد. من گفتم ببین اینا رو برو زود قایم که مسافرهای دیگه امشب سرتو میبردن. برو اینا رو بریز به نهج البلاغه برای من آوردی. مثل یه رودخونه بود این مسیر، همیشه تو این مسیر آدم بود. حالا تقی و نقی از هم تو ترکیه جدا شده بودن، نقی تو اینجا مونده بود، اون یکی اینجا مونده بود، اون اونو میشناخت، این اینو میشناخت. بالاخره هر کی یه جورایی یه جای آدم میشناخت. یعنی تو این رودخونه ای که گفتن از این اولش آدم بود تا اون آخرش که بالاخره انتهاش میرسید به انگلیس. زنا وقتی تو این راه قدم میذارن، حالا چه چیزایی که شنیدی، تجربیاتی که داشتی، کسی که بعد تعریف کردن یا دیدی، چه اتفاقا یا چه خطرها یا چه مشکلاتی که مختص زنا بخواد باشه؟ خب ببین وقتی توی این مسیر حالا بیشتر حرف برمیگرده به دخترهایی که جوونن و تنها میان. به قول گفتنی توی این مسیر یه فردی رو نیاز دارن که کمکشون کنه که از این آخرین پل ردشن برن. حالا آخرین پل یعنی همین مرز کاله. کاله. حالا بستگی داره اون یه نفری که دستگیر اینا میشه بخواد سوء استفاده کنه، که به قول گفتنی بعضیاشون واقعا مجبور میشن این کارو بکنن. سوء استفاده کنه یعنی چی؟ یعنی بالاخره دختر جوون باشه، یه ذره هم خوشگل و خوش‌اندام باشه، بالاخره یه قاچاقچی از روش نمیگذره. حالا تنها باشه یا با کسی باشه، بالاخره یومنی اون قاچاقچی توی یه موقعیتی میذارتش که تنها گیرش بیاره، یا میگه تنهایی میبرم بندازمت، یا بالاخره موقعیت‌هایی رو درست میکنه که تنها باشه و اون زن بالاخره استفادهش رو ببره و اون زن هم کاری نمیتونه بکنه. وقتی شما بدونی تمام گره زندگیت به دست این میخواد باز بشه و اگه نکنی این کار رو برات انجام نمیده، مجبوری که بالاخره انجام بدی دیگه. فکر میکنی تصمیم درستی گرفتی از ایران خارج شدی و نه 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 اگه زمان برگرده شاید برنگردم، بمونی ایران. آره بمونم ایران. اگه بخوای بگی که توی این مسیر طولانی که داشتی تا الان برای این جایی که امروز نشستی و هستی چه هزینه‌ای دادی؟ بزرگترین چیزی که دادی؟ خب هزینه‌اش بیشتر عاطفی و بیشتر احساسیه که بالاخره هر چیزی بالاخره یه آخری داره مثل زندگی. وطن برات خیلی مهمه و ایرانه 100%. میخوای برگردی؟ معلومه که برمیگردم. این چه سوالیه؟ مطمئنی که یه روز برمیگردم؟ 100%. تو این خاک نمیرم، اینو مطمئنم. کوچه‌لر سوسب میشم یار گلنده تو ظلماسن، یار گلنده تو ظلماسن، الگسین الگسین.